به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شما مخاطبین عزیز فرادرس من محمد رضا جعفری هستم و خیلی خوشحالم که افتخار دیگری نصیبم شد تا در قالب آموزش های فرادرس در خدمت شما عزیزان باشم دوستان ما میخواهیم مبحث بسیار بسیار مهم IDM که مخفف اینترنت دانلود منیجر هست رو با همدیگه بررسی کنیم و بهره لازم رو از این نرم افزار ببریم اینترنت دانلود منیجر صرفا فقط جهت دانلود برای سیستم استفاده نمیشه این نرم افزار یک ربات بسیار بسیار هوشمند هستش که با دستوراتی که از کاربر خودش میگیره میتونه بهترین شکل ممکن فایل های مورد نظر رو دانلود کنه خاصیت خوبی که این نرم افزار داره این هستش که فایل های دانلودی رو به صورت یک جا دانلود نمیکنه و به صورت قطعه قطعه دانلود میکنه و در نهایت اینها رو با همدیگه ادغام میکنه پشتیبانی که این نرم افزار از بروزرهای مختلف داره یکی از آپشن های خیلی مهم این نرم افزار هستش که به عنوان یک اکستنشن یا یک افزودنی بسیار مهم به بروزر ما اضافه میشه موزیلا فایرفاکس، گوگل کروم، اپرا، اینترنت اکسپلوره اینها از جمله مرورگرهایی هستند که از این نرم افزار پشتیبانی میکنن و سازگاری کامل با این نرم افزار دارن ما میخوایم این نرم افزار رو با گوگل کروم پیش ببریم و آموزشمون رو به این شکل جلو ببریم وقتی که گوگل کروم رو باز میکنیم وقتی که میخوایم یک نرم افزاری رو دانلود کنیم ابتدا باید در قسمت لینکمون اسم نرم افزارمون رو سرچ کنیم حالا مثلا من دانلود 3D Max رو انتخاب میکنم به دلیل حجم بالایی که این نرم افزار داره قطعا لینک های متعدد کوچیک کوچیک به ما میده یعنی در مقیاس مثلا 7 یا 8 گیگابایت مثلا 1.5 گیگابایت یک به مقیاس کوچیک‌تر حساب میشه برای قطع قطع شدن و برای دانلود این نرم افزار. که معمولا سایت هایی که نرم افزارها رو ارائه میکنن این کار رو انجام میدن مثلا یه نرم افزاری داریم 3D Max 8 گیگابایت هستش اون سایت میاد اینها رو در پارت های 1 گیگابایتی که پارت آخرش معمولا خورده میشه حالا بین 200 تا 400 مگابایت به عنوان مثال میتونه 2 مگابایت هم باشه پارت آخر اینها رو به این شکل ارائه میکنن تا شما راحت تر بتونید از طریق نرم افزار مدیریت دانلودتون راحت دانلود و دریافت کنید ما این رو با هم سرچ میکنیم ببینیم که لینک هایی که به امیده به چه شکل هستش همونطور که ملازمی فرمایید نرم افزار 3D Max در اینجا برای ما نمایان شد میبینیم سراغ لینک هاش. در قسمت لینک ها که که ملازمی فرمایید ما در اینجا پنج لینک داریم که چهار تای اون یک گیگ هستش یعنی 1500 مگابایت هستش و آخری 481 مگابایت حالا برای دانلود اینا ما باید چیکار کنیم ما باید اینها رو از این قسمت بگیریم و سلکت کنیم تا این لینک ها برای ما آبی بشن یا سلکت بشن یعنی به ما بگن که من این رو سلیکت کردم حالا بگو میخوای چه کاری روش انجام بدی دیگه که راست که میکنیم هیچ گزینه ای نمیاد برای ما به این دلیل که ما هنوز سازگاری آی ام رو با گوگل کروم خودمون اینیبل نکردیم میریم وارد قسمت تنظیمات گوگل کروم خودمون میشیم میریم از قسمت مور تولز وارد اکستنشن میشیم و این قسمت آی ام خودمون رو به حالت اینیبل در میاریم حالا یه بار دیگه رفرش رو صفحه ما یه بار دیگه اینها رو سلکت میکنیم همونطور که مرازه فرمایید ابتدا یه چیزی به ما پیشنهاد میده مرازه میفرمایید این در این نقطه میاد اولی رو فقط بر ما دانلود میکنه ما کلیک راست میکنیم میایم از این قسمت دانلود سلکت لینکس ویت آی دی ام رو انتخاب میکنیم یعنی میخوام دریافت کنم برات فایل هایی که تو سلکت کردی و یک لیستی رو به ما میده وقتی که این گزینه رو کلیک میکنه خب این لیست برای من باز شده همونطور که مرازه میفرمایید در اینجا تعداد پارت ها برای من مشخص شده و در اینجا جنس یا فرمت اون فایل مشخص شده که فایل فشرده هستش حجم فایل و سرور هایی که ما از طریق این سرور ها تونستیم وصل بشیم و بتونیم فایل رو دانلود کنیم توضیحات ما در زمینه آشنایی با IDM تا این نقطه کافیه من میخوام زبان نرم افزار رو تغییر بدم و بریم روی زبان فارسی روی زبان فارسی شما راحت تر میتونید این کارها رو انجام بدید و خیلی راحت تر میتونید ارتباط برقرار کنید با نرم افزار. ما هم میریم این کار رو روی زبان فارسی انجام میدیم. پس برای این کار باید چی کار کنیم؟ برای این کار این پنجره ها رو میبندیم و نرم افزار اممون رو باز میکنیم. فقط کافی آیدی ام رو سرچ کنید و اینتر رو بزنید تا نرم افزار ام برای ما باز بشه. ماکسیمایزش میکنیم یا تصویرمون رو به حالت فول اسکرین در میاریم. یه لنگویج میذاریم روی گزینه فارسی وقتی که فارسی رو انتخاب میکنی به ما میگه که اگر میخواید زبان نرم افزار رو تغییر بدید نیاز هستش که این نرم افزار یک بار بسته و مجددا اجرا بشه ما یس yes رو میزنیم تا این اتفاق بیفته به صورت اتوماتیک خود به خود بسته میشه و به صورت اتوماتیک هم خود به خود باز میشه بریم با منوی این نرم افزار در بخش بعدی بیشتر آشنا بشیم و قابلیت های نرم رو در بخش بعدی با همدیگه بررسی کنیم تا بتونیم از دنیای بدون محدودیت IDM بهتر استفاده کنیم در بخش بعدی با بنده همراه خب دوستان ما تو بخش قبلی نحوه اضافه کردن فایل های سلکت شدهمون به لیست رو با هم دیگه یاد گرفتیم و تو این آموزش میخوایم این موضوع رو با هم دیگه به صورت گسترده نگاه کنیم ما فایل های سلکت شدم رو وارد لیست میکنیم و اگر بخوام اینها رو به صورت انتخابی بخوایم دانلود کنیم مثلا من میخوام پارت اول رو دانلود کنم مثلا درسته و سه رو نمیخوام چهار و پنجم میخوام و خب این درست نیست به خاطر اینکه این نرم افزار به صورت پارت های پشت سر هم زیب شده یعنی اگر یکی از این پارت ها نباشه شما نمیتونید از این نرم افزار استفاده کنید یا نمیتونید اصلا این رو از حالت زیپ اکسترکتش کنید پس ما هم میتونیم به صورت دستی وارد کنیم و اگر تعداد فایل هامون خیلی زیاد بود در لیست میتونیم از علامت گذاری همه استفاده کنیم تا همش سلکت بشه حالا ما میخوایم برای این لیست فعلیمون قابلیت هایی رو در نظر بگیریم پس چیکار میکنیم این رو وارد لیست اصلیمون میکنیم یعنی که من این رو وارد صفحه اصلی IDM می میکنم پس از روی تایید میتونم این تعداد فایل وارد لیست کنم دوستان فراموش نکنید حتماً باید این تیک ها خورده بشه تا این پنجره این تعداد فایل ها رو وارد لیست اصلی کنه پس به این نکته حتماً دقت کنید قبل از اینکه روی گزینه تایید کلیک کنم دو تا موضوع اصلی رو که خیلی خیلی مهم هستش و این رو هم باید در نظر داشته باشید رو برای شما عزیزان بیان می‌کنم تا حتماً یادتون باشه که این اتفاقات خیلی در دریافت فایل‌های شما مهمه با مثال مشکلاتی که ممکنه بر شما پیش بیاد خیلی خب ما اول این روی قسمت مسیر دانلودمون ببینید عزیزان ما معمولا درایو سیمون یک گنجایشی داره مخصوص ویندوز یعنی که بگم مثلا شما میرید یه کامپیوتر رو تهیه میکنید این کامپیوتر مثلا دارای 10 ترابایت هارد هستش اون دوست عزیزی که شما میپرسه میخوای برای این چه ویندوزی بریزم ویندوز رو بهشون میگید مثلا میگید چقدر براتون درایو سی در نظر بگیرم که ویندوز داخلش ریخته شما مثلا میگید 250 گیگ یا یه هارد اس اس 250 گیگی میخواید به هر حال درایو سی شما میشه 250 گیگ حالا میخوایم رو 250 مثال اونو پیش ببریم و ممکنه شما در یک روز تصمیم داشته باشید که لیست عظیمی از فایل های دانلودی رو به دلیل اتصال به یک فیبر نوری حالا به صورت موقت یا اصلی یا اصلا اینترنت نامحدود خریدید میخواید مثلا از کل حجم 500 گیگابایتی ماهانه تو لیست تهیه کنید و سریعا دانلودتون رو انجام بدید این به صورت پیشفرض میره داخل درایو سی میریزه یعنی که شما اگر مثلا ویندوز رو نصب کردید به عنوان مثال با هیچ برنامه ای مثلا در کف 60 گیگابایت در درایو سی تون فضا اشغال شده و میاید از این ور 200 گیگ به لیستتون اضافه میکنید و اون رو به صورت پیش فرض میره توی سی یوزر فرادرس حالا جای فرادرس اسم خودتون هستش به عنوان یوزر دیگه در اونجا میریزه و نگاه میکنید میبینید که ای بابا مثلا من 250 گیگ حجم داشتم 60 گیگم از این ور شده خود ویندوزم از رو میونه چقدر میونه 190 گیگ بعد 250 هی که شما اومدید اینجا داخل لیست کردید و 190 شد. دانلود میکنه به اون 60 ها که میرسه دیگه ارور میده دیگه دریافت نمیکنه برای اینکه از این موضوع جلوگیری کنید شما میتونید آدرس درایو دیگه ای رو بهش بدید میتونید بگی آ در درایو دیگه ای این آدرس رو برام تعیین کن هم از اینجا میتونید بدید هم میتونید بید از خود منوی اصلی نرم یعنی در ستینگ خودتون مشخص کنید که اون رو تو بعدی حتما باید با هم دیگه بررسی کنیم که دوچار این مشکل نشید جنس فایلتون رو هم از اینجا میتونید مشخص کنید مثلا میشه گفت فایل عمومی فایل فشرده است فایل اسناد اسناد منظور پی دی فایل ورد هستش فایل های عمومی منظور فایل های دی ال, ال هستن به عنوان مثال از هر کدوم یک مثال دارم برای دارم. فایل های فشرده رر زیپ هستش فایل موسیقی ام پی تی دی ویف هستش فایل های برنامه‌ای هستن معمولا و فایل های تصویری ویدئو هستن این هم آیتم هایی هستش که شما باید قبل از زدن تایید در نظر بگیرید ولی اگر در ستینگ اصلی نرم افزار بیاید خودتون این رو مشخص کنید دیگه نیازی نیست از اینجا بخواید هر دفعه با هر ایجاد لیستی بخواید تغییر این آیتم ها رو انجام بدید خیلی خب حالا ما تایید رو میزنیم و این لیست رو وارد لیست اصلی نرم افزارمون میکنیم به که تایید رو میزنیم از هم میپرسه وارد صفحه اصلی میخواید بشید یا نه که ما میگیم بله وارد صفحه اصلی میخوایم بشیم در رابطه با بحث صفحه ما باید صف ایجاد کنیم صفح ایجاد کردن در اینجا پیش میاد که اون رو هم باز ما رفته به رفته با هم دیگه بررسی میکنیم تا اینکه ببینیم صف در کجا استفاده میشه دوستان به دلیلی که من دارم به این موضوع اشاره میکنم در حالی که هنوز به مبحثش نرسیدم به دلیل گسترده بودن این نرم افزاره یعنی شما نمیتونید این نرم افزار رو یک جوری بیاید توصیف کنید که این اتفاق از ابتدا بیفته حالا ما اینا رفته رفته با هم پیش میبریم تا شما عزیزان بدونید که این صف و پرسیدن این سوال برای چی هستش هیچ وقت این گزینه رو نزنید بذارید همیشه این سوال از شما بپرسه تایید رو میزنیم وارد آیدی میشیم همونطور که مرازی میفرمایید لیست اصلی ما به این شکل اضافه